سلام دوستان وقتتون بخیر باشه پنج شنبه هفته ای که گذشت جلسه سوم دادگاه حبیب فرجالله چپ از سرکرده های گروهک تروریستی و تجزیه طلب الهوازی در ایران برگزار شد این جلسه رمزگشایی میکنه از چند تا نکته نکته اول اینکه چرا معصومه علینژاد قومی کلا و امثال اینها به شدت از این آدم حمایت کردند یعنی چی یعنی مثلا هوادار تجزیه طلب ها اصلا نه ماجرا پیچیده تره ماجرا پیچیده که خدمت شما عرض خواهم کرد دوم برای شما مشخص خواهد شد که چرا سود اینترنشنال ها دارن پشت دست اینها بازی میکنن و پشت سر اینها جلو میان چون تجزیه طلب نه ماجرا پیچیده که عرض خواهم کرد و بذارید خلاصه کنم شاید یکی اصلا حال نشه ویدیو من رو ببینه حرف و آخر رو همین اول بزنم ببین جلساتی برگزار میشه بین استخبارات عربستان و اعضای این گروه هک و جلسات رو چجوری برگزار میکنم به خودش میگه که من اگر مثلا یه نفر از ایران الان باش جلسه بذارم در هر نقطه از دنیا سرویس اطلاعات ایران ممکنه رصد دقیقی داشته باشه یه کار دیگه ای میکنم تو ایام حج جلساتم رو برگزار میکنم که وقتی ایرانی ها میان عربستان سرویس اطلاعات ایران که خب اینها هم جماعتی هستن که رفتن دیگه رفتن تا خانه خدا اونجا سرویس اطلاعاتی با اینا ارتباط میگیره، گفتگو انجام میده و کارها رو پیش میبره. بعد ملک سلمان، همین ملک سلمانی که میبینیم پادشاه سعودی، این جلساتی رو دعوتنامه رسمی میده به نیروهای این گروه و جلساتی رو با اینها برگزار میکنه که عکس و فیلمش رو خواهیم دید. اینا چیزی حدود 300 نفر، 250 تا 300 نفر رو در ایران کشتن یا زخمی کردند. یعنی ساده تر بگم شهید کردن یا زخمی کردن و پادشاه عربستان و اینها جلسه داشته جلسه حضوری داشته که عکس و فیلم هاش رو خواهیم دید من دوست دارم جلسه دادگاه رو با هم دیگه جلو بیایم ببینیم که چرا معصوم علی قومیکلا قومی کولا و عده در سعودی اینترنشنال به تکاپو افتادن البته بذارید پاسخ بدم دوست ندارم که ویدیو رو همین شکلی ببریم جلو پاسخ سادهش از نظر من اینه چون اینها تحت هیچ شما تجزیه طلب اند، ماجرا فراتر است یعنی چی یعنی که اینا اصلا اراده و از خودشون نداشتن سعودی عربستان سعودی مشخص میکردی که اونها در ایران چه بکنن سربازانی بودن برای اینکه بخشی از خاک ایران تحت عنوان تجزیه به طور نیابتی الحاق بشه ملحق بشه به عربستان سعودی و کارهایی که در همین راسته بوده بخشی از جلسه دادگاه رو میخوام برای شما مرور بکنم ببینید که در دادگاه چه اتفاقاتی افتاده اون چیزی که مالن در دادگاه بهش اشاره کردن در ابتدای این جلسه این بوده که سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی هر سال در قالب پوشش مراسم حج با عناصر این گروه ها که ترسی جلساتی رو برگزار میکرده و اونجا نقشه هایی رو توسط سرویس اطلاعاتی سعودی برای اینها تعریف میکردن حالا خلاصه داستانی که عربستان سعودی از اینها میخواسته چی بوده علاوه بر اقدامات خرابکارانه دو تا چیز رو عربستان سعودی از اینها خواهش میکرده یا درخواست میکرده یا در قالب مأموریت تعریف میکرده که نیروهای اینها در داخل ایران انجام بدن اولی این بوده که نیروهای مؤثر و چهره های مؤثر ببخشید <applause> چهره های مؤثر چه در حوزه نظامی چه در حوزه به سلاح خودمون چهره حاکمیتی در مناطق جنوب کشور شناسایی بکنن اگر اینها سفر خارجی میرن اونا به استخبارات عربستان ارائه بدن گزارش بدن اعلام بکنن و اینکه اگر در داخل ایران هستن اونها رو هم بهشون اطلاع بدن که آقا این کجا چیکار میکنه چی میشه باش ارتباط گرفت و اینکه به خب آبدارچی محل کارش کیه از طریق آبدارچی بریم باش ارتباط بگیریم تو دفتره خیلی رفت آمد داره یه چیزی همینجوری گفتم که گفته باشم خیلی ذهنتون درگیر نکنید بگذاریم و اینکه اصلا چیه داستان اینا چجوری کار میکنن و پادگان های سپاه پاسداران پادگان های سپاه پاسداران از جمله جاهایی بوده که اینها موظف بودن نقشه هاش رو مختصاتش رو اختیار ارسن سودی قرار دادن در ادامه جلسه اون چیزی که بهش اشاره میشه این بوده که عکسی منتشر میشه از دیدار سخنگوی گروهک تروریستی حرکت و نزال که دیداری رو داشته با پادشاه سعودی من اول میخوام بخشی از صحبت این فرد رو گوش بدیم ببینیم وقتی که ما داریم از دیدار این فرد با عربستان سعودی صحبت میکنیم از دیدار این فرد با پادشاه سعودی صحبت میکنیم دقیقا داریم از چی حرف میزنیم ببین یه عر... عملیات توی ایران برگزار شد توی این عملیات اومدن 25 نفر رو به شهادت رسوندن بعد ما به خودمون اومدیم دیدیم که تروریستا توی کشور ما عملیات کردن بعد بجای که دنیا به ما کمک بکنه که پدر این های پدر سوخته رو در بیاریم چون پدرشون عربستان سعودیه طبیعتا کمکی به ما نمیکنن بلکه تلاش میکنن پدر رو پنهانش بکنن بجن که به ما کمک بکنن که پدرش رو در بیاریم بهش تریبون دادن نامش مصوبه میکنن چه کسانی تلویزیون عربستان سعودی عربستان به فارسی این کارو میکنه بخشی از این فردو ببینیم خوب هر سخنگوی جنبش ال هستیم آقای هرخل خوش آمدید به برنامه خبرگزاری های ایران متهم کردن گروه ال رو به انجام این حمله نظر شما در این رابطه چی است؟ عملیات امروز مقاومت ملی احواز اون انجام داد و بر ضد اهداف مشروع بر ضد نیروهای سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خیلی خوب این به طور رسمی یعنی به محض اینکه عملیات انجام شد و این جنایت فاجعه بار انجام شد اینها اومدن اعلام کردن که ما اینو انجام دادیم و اصلا گردن میگیریم و اینکه جمهوری اسلامی گفتش که خیلی خب گردنت کجاست گردن تو میگیرم میارم ایران تو دادگاه بود کار دارم گردن میگیری بود کار دارم و اینکه حالا این دادگاه داره برگزار میشه این شخص فردی که همین صدا که دیدار داشته با ملک سلمان پادشاه سعودی من مثلا اولین بار دارم میبینم که پادشاه یک کشور با تروریست های مسلح تجزیه یک کشور دیگه جلسه میذارن عربستان این کارو داره میکنه چرا به خاطر اینکه اینا اگر جدا بشن اینها استان عربستان سعودی در کشور ایران خواهند بود در کنار ایران خواهند بود انگلستان دوست که بهرین رو آن سوی آبهای خلیج فارس داشته باشیم اون رو از ما گرفت در دوره پهلوی اون رو از ما گرفت از دست ما ولی دوست داره علاقه داره آرزوشی که عربستان سعودی و آلها یک استان این سوی خلیج فارس داشته باشن لذا اینها دارن تلاش میکنن برای که این قضیه محقق بشه و در ادامه دادگاه در ادامه جلسه دادگاهی هیچ منتشر میشه از دعوتنامه پادشاه عربستان سعودی برای سخنگوی این گروه تروریستی که رسما بهش نامه داده و ازش درخواست کرده که بیاد در این کشور حضور پیدا کنه یه نکته ای که توی دادگاه مطرح میشه نماینده داستان مطرح میکنه در قالب سوال این بوده که چرا شاه سعودی باید بیاد به یک تروریستی که در هلند داره زندگی میکنه و قبلا هم باز شده دعوتنامه رسمی بده غیر از اینه که اینا سرباز عربستان سعودی ان یعنی مثلا شما تجزیه طلبایی که اگه شاید میبینی ابدا این شکلی نیست که طرف نشسته باشه با خودش گفته باشه که مثلا ما به اصطلاح خودمون ترک زبان ایرانیم ما کردهای ایرانی ما عرب های ایرانی ما بلوچی ما میخوایم تجزیه ما میخوایم استقلال پیدا کنیم ابدا این شکلی نیست تک تک اینها سرویس اطلاعاتی پشتشونه بعد سرویس اطلاعاتی چجوری داره کار میکنه عربستان سعودی رسانه‌ای که ساخته سعودی اینترنشنال تیم شاخه نظامی که تو کشور ساخته این گروه هکه. دقت کردی هم تیم رسانه‌ای برای داره هم شاخه نظامی داره شاخه نظامی عملیات میکنه وقتی که عملیات کرد سود اینترنشنال یعنی ای شاخه رسانه‌ای در اختیارش تریبون قرار میده برای اینکه صحبت بکنه با شما کاملا هوشمندانه روی کشور شما سوار شده و داره عملیات میکنه بریم جلوتر به یک نکته اشاره میشه توی جلسه دادگاه و اون نکته این بوده که یک فردی در داخل این گروه هست که با فامیلی مسلمی شناخته میشه و این فرد یهودی الاصله طبعه تونس بوده جلساتی که این گروه های تروسی با موساد برگزار میکرده رو این همه هنگ میکرده براشون که میرفتن اونجا میشستن سرویس اطلاعاتی موساد مشخص میکرده که اینها چه کاری رو باید انجام بدن به یک موضوع اشاره میشه و اون موضوع این بوده که در یک مورد عربستان سعودی یک میلیون و دیویس هزار دلار به اینها بودجه داده به سرکرده این گروه تروریستی برای اینکه اینها بیان یک شبکه راه اندازی بکنن گفته که یه مجموعه رسانهی ای رابندا سوی سوئد که این بیاد کلا تولید محتوا بکنه علیه ایران و دعوت بکنه به تجزیه طلبی بره بشینه با مردم احواز صحبت بکنه با عرب ایران صحبت بکنه بیا مثلا تا زیر یوغ این حاکمیت تا ما نفت داریم ما فلان داریم ما باید جدا بشیم نه داره حرفی که میزنه اینه میگه برو اینا رو بگو که اونا جدا بشن که من بیام سوار بشم برای این منطقه دقیقا داستان همینه ادامهش رو بخونیم گفته که این خیلی جالبه میگه که یکی از نکاتی که در دادگاه مطرح شده اینه که عربستان سعودی در سال 2012 یک رایانه رمزگشایی شده رمزگذاری شده به سرکده این گروه ها که تروریستی میده معموریتشون این بوده که فایل هایی رو به طور رمزگذاری شا... رمز شده از طریق این رایانه برای اطلاعات عربستان سعودی بفرستن که شامل اطلاعات نظامی پایگاه های سپاه پاسداران در خوزستان اطلاعات مرکز نظامی کشور و جمعآوری اخبار شخصیت های اهوازی که در خارج از کشور حضور دارن باشه یعنی چی یعنی طرف بلند رفته سفر سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی یه نفر رو بفرست اونجا در قالب تاجر دارش سلام شما اهواز ای اه اهواز ایرانی منم عربم دادش اصلا خیلی خوشحالم من نمیدونی ما تو عربستان چقدر شما رو دوست داریم چی کاره ای تو ایران آه تو حاکمیت کار میکنی چرا تو باید مثلا معاونی یه استاندار باشی تو باید رئیس اون استانه باشی اونم یه کشور باشه دقت کردی میره با طرف میشینه صحبت میکنه و طرف نگاه راست میگه اصلا چرا من فرماندار حاکمیت ایران باشم استاندار حاکمیت ایران باشم اینجا میتونه یه کشوری باشه من خودم مسئول این کشوره باشم بعد اینا رو مثلا استخبارات عربستان به من نگفتی که یه تاجر دلسوز از نژاد خودم آمده است گفته ببین هوشمندانه بازی میکنن یه رفعه که مثلا طرف منحرف نمیکنه جلساتی که اینها در خارج از کشور داشتن مقاماتی که احوازستان برای اینو مهم بودی چرا چون میخواد که آقا یه کاری بکنه یه سری آدم تو این سیستم داشته باشه دیگه یه سری آدمی که مثل این سیستم فکر بکنن نماینده مجلسی که وقتی میاد اظهار نظر میکنه شما نگاه بکنید که انگار حرفه اردوغان رو داره میزنه انگار مثلا فرزند اردو... اردوغان اردوغان مثلا یک فرزندی داره توی مجلس ایران اون نماینده داره حرفه اینو میزنه به خودشون باید بگیرن دیگه اونهایی که داریم خطابشون میگیم باید به خودشون میگیرن عربستان هم حوض کرد از این کارا بکنه ببین تا زمانی که سرویس اطلاعاتی مملکت سر اینها رو به سنگ نکوبه دو سه تا از اینها رو سرشون رو به سنگ نکوبه این سرویس های اطلاعاتی خارجی سر جاشون نمیشینن ادامه میدن باز میگردن آدم گیر میارن روی گرده اون آدم سوار میشن یعنی تو تو این مملکت داری از ظرفیت همه مردم کشور استفاده میکنی ولی اگر کسی حوض کرد حوض کرد حرف سرویس اطلاعاتی رو بزنه که دنبال تجزیه هست تو ایران تو باید سرش رو بزنی به سنگ یه جوری بلای سرش بیاری که بقیه بگن که خب اونایی که مثل این فکر میکنن بگن به خاطر این داستانه کتک خورد به خاطر این داستانه تنبیه شد به خاطر این داستانه به حاشیه رفت به خاطر این داستانه پدرش در درآوردن که کسی جرئت نکنه این کارو بکنه کسی جرئت نکنه حرفی بزنه در راستای تجزیه کسی جرئت نکنه بره در داخل کشور عربستان سعودی جلسه برگزار بکنه با سعودی ها برای اینکه آمار مسئولانه اهوازی ایران رو بده که برن ارتباط گیری بکنن برای اینکه طرفو جذبش بکنن بریم ادامه شما هم دیگه ببینیم گفته که یه چیزی تو این جلسه دادگاه برگزار شده میگه عربستان کوچکترین هزینه های این گروه ها که تروریستی رو هم بهشون به اصطلاح پرداخت میکرده بعد اون اتفاقی که این اواخر میخواسته بیفته این بوده که اینها برنامه‌ریزی کرده بودن چندین محموله سلاح شما اخیرا توی اخبار ایران به خصوص توی چند ماه خیلی زیاد شنیدین که از طرف ترکیه و از طرف عراق محموله های سلاح قاچاق به داخل ایران داره میاد به خوزستان میره به, مناطق به سلاح اون شمال غرب کشور میره یه بخشی از این محموله داشته میماده به که اومدن گرفتنش و خیلی عجیب غریبه یعنی مثلا تجهیزات فوق العاده و تجهیزات شکاری نیست تجهیزات نظامیه اینا تجهیزات نظامیه که داره قاچاق میشه به ایران اومده به همین اشاره کرده گفته که بعد خیلی جالبه می شبکه که نشون برای انتقال سلاح به ایران ترکیه نبوده اینا از عراق این کار رو انجام میدن حالا به چه شکلشو من نمیدونم ولی گفته که از داخل خاک عراق برنامه‌ریزیشون این بوده که تجهیزات بیارن داخل کشور ایران یک محموله و یک عملیات بمبگذاری انجام میدن که این شبکه شناسایی میشه این فرد به ایران میاد و عملیات خونسا میشه همه اون کسانی که من امیدوارم اگر مخاطب تجزیه طلب اگر مخاطب براندازی داریم و اگر مخاطبی داریم که مثلا فکر نمی‌کنه به این حرف من فکر بکنه اونجا که حاکمیت ایران وزارت اطلاعات ایران رفت عملیات تعریف کرد عملیات هانیپا تعریف کرد اینو آورد تو ظرف اصل خودش آورد داخل حاکمیت ایران اینا رو افتادن گفتن آی چه نشسته ای در ترکیه یارو رو دزدیدن حاکمیت ایران ربایی آورد اینا این تجزیه طلبه این شرفه آفرین به ما که این کاری کردیم دممون گرم که برایشون آوردیمش ایران و شما چقدر بیوطنی که این حرفا رو میزنید و شما چقدر بیوطنی به جای اینکه معصوم علی نژاد و, و همسلین ها به جای اینکه بیان دست آقای خامنه رو بوس بکنن بگن آقای خامنه ای کرد گرم تزیه طلب گرفت یا ور ایران رضای پهلوی و همسلین ها به جای اینکه بیان دست آقای خامنه رو بوس بکنن بگن دمت گرم که این تزیه طلب آورد ایران دارن فریاد میزنن که چرا طرف رو روایدن چیکار بکنیم مثل دوران پدرتو اجازه بدیم که تیکه که کشور تزیه بشه جدا بشه تیکه تیکه بشه نه اصلا همچین چیز نمیتونه باشه دونه دونه شنو میریم میگردیم از نقاط مختلف دنیا پیدا میکنیم یکی یکیشون رو میگردیم پیدا میکنیم میاریم اینجا در دادگاه در مقابل مردم مینشینیم میشیم باشون صحبت میکنیم ما چیکارش کردی شبکت کجا عقبت کجای منطقه قرار گرفته خیلی خوب عربستان سعودی کار دارم باش به شیوه خودم کار دارم باش بریم رو ببینیم این قسمت به نظر من خیلی مهمه میگه که این متهم اطلاعات مرکز حساس اطلاعات شخصی افراد کاروانهای حج که از خوزستان سوریه عراق یا اروپا اعزام میشدند را اطلاعات و همچنین اطلاعات مربوط به مرکز ای به طور خاص اطلاعات نیروهای دریایی در جزایر سگانه در اختیار سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی قرار میداده یکی اینکه براشون مهم بوده که یک شبکه مشترکی داشته باشن در خوزستان سوریه و عراق از طریق حجم رفتن روی اینها کار میکردن دو مرکز هسته ای رو برای بوده سه نیروی دریایی که تو تج... تو داخل جزایر سگانه داری اینا کیان این بچه ای کیه باباش کجا خونش کیه کجای این کشور قرار گرفته خودش چجوری رفتار میکنه محل سکونتش رفت و آمدش جلساتش کی میره کی میاد پست نگهبانی اینا کی تعویض میشه نیروهاشون بالاخره اینو زن و بچه‌ای دارن یه نقطه از ایران سن نمی‌کنن کی میانو میرن تو این جزیره با جزیره کار داره از سود اینترنشنالش تو تا برسیم به مسیح علی نژادش معصوم قومی که میان روی اینها کار میکنن اینا میدونن و هدف اینه و آرزوی خیلی هاشون اینه حاکمیت ایران اگر امروز بتونن کاری بکنن که کشورش تجزیه بشه دیگه از فردا این انگی که روی پیشانی پهلوی نشسته که آقا شما کشور در دورانتون تیکه هایی ازش شده شد برداشته میشه پس خیلی هاشون دوست دارن که این اتفاق در داخل حاکمیت ایران بیفته و به خاطر همینه که شما نگاه میکنیم اینی که به همه انگ عرب پرست بودن میزنن ولی در عمل دارن پشت سر عربستان سعودی بازی میکنن انتهای گذاشت اومده آمار یه آماری ارائه داده از کاری که این گروه ها که انجام داده از سال 84 تا امروز که دیگه خب من نمیخوام بهش اشاره بکنم همین که اصلا میگم طرف تجزیه طلبه دیگه شما بدونید طرف چیکار هست این جنایتاش دیگه خیلی موضوعیت نداره رو پرزیم اشاره کرده گفته که یه نیروی دارم به نام ناصر شاوردی میگه همین الان توی کو... توی هلنده بعد عملیات هایی که توی شادگان ماشر و دارخوین داره انجام میشه این داره تحریزی میکنه طرف توی هلند عملیات داره تحریزی میکنه عملیات تروریستی ایران ایران اصلا کسی کاری به کارش نداره نشستن نظاریگران خیلی هم خوب داره کار خودش اونجا انجام میده سوئد بلژیک و هلندی که مرکز نگهداری اینها هستن هم به خوبی داره از امنیت اینها رو تامین میکنه من تلاش کردم یک گزارشی از جلسه دادگاه به شما ارائه بدم شما متوجه بشین که آنجا چه اتفاقی داره میفته اجازه ببینم چیزی جا نیفتاده خیلی چیزی جا نیفتاده تقریبا همش رو برای شما گفتم و نکته مهمتر چون خیلی طولانی شد نمیخوام کامنت بخونم یه درخواست خیلی مهم از, از, از دارم و اون درخواست اینه رفقای من دوستان مشی من اینستاگرام هشتگ پرچم افتخار رو حذف کرد هشتگی که اشاره داره به اینکه مردم ایران به پرچمتون افتخار بکنید به پرچم سرنگ ایران افتخار بکنید این هشتگ را حذف کرد هشتگی که میگه مردم ایران عکس با پرچم وطنتون بگیرید اینو حذف کرده پس این نشون میده که اونها براشون از این مهمه دیگه اونها از این بابت ترسیدن اگر نترسیدو که هستش میکرد که پرچم دقیقاً چی داره که ازش پرچم, پرچم یه کشور چی داره که واسه که تو بترسی نمیخواد شما علاقه من بشی به این پرچم نمیخواد شما بفهمی که میشه متحد شد اصلا اتحاد ایرانی ها به درش نمیخوره اگر عکس و فیلم از پرچمتون داشتین منتشر بکنید در شبکه شما حالا با این هشتگ منتشر نکردی چون هشتگ هست شده به شیوه دیگه منتشر بکنید سعی بکنید شبکه شما در این قضیه بشه محلتون محل کارتون خونتون هر کجایی که میتونید پرچم ایران سعی کنید داشته باشید ازش استفاده بکنید و برای من هم بفرستید تو اینستاگرام بفرستید که در ویدیوها منتشر کن من نکته دیگه ندارم فقط میتونم بگم دمتون گرم کامنتاری که میبینم خیلی لذت میبرم خیلی حسم خوب میشه ازتون بسیار ممنونم الهی دلتون همیشه شاد باشه وقتتون بخیر